در نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. از ادب دارم و احترام خدمت شما همینانم بینندگان تلویزیون ایران و فردا در سراسر جان. امروز برنامه فوق العاده جالبی داریم، چند شخصیت مهمان برنامه ما هستن که خیلی از راه دور آمده. شخصیت نخست که با او گفتگو میکنیم رئیس مرکز مطالعات اعدام در دنیاست در ایالات متحده آمریکا، خانم دکتر ساناز الستی. جالبه که در آمریکا طی چند ساعت 3 نفر به اتاق مرگ فرستاده شدن، اعدام. و جالبه شما بگم که در قرن 20 یک 10 سالی آمریکا مجازات اعدام رو متوقف کرد که در این زمینه خانم الستی قبلا توضیحاتی دادن، شاید لازم باشه که مختصرا باز به ما توضیح بدن که چه شد که آمریکایی ها دوباره مجازات اعدامی رو که متوقف کرده بودن به راه انداختن، چی شد که دوباره این ماشین کلید خورد و کارش رو آغاز کرد. خیلی مهمه با توجه به اینکه امروز در مملکت ما یک جنبش عظیمی در برچیدن به ساعت اعدام ایجاد شده، یک جنبش خودجوش اما بسیار قابل احترام، به خاطر که نشون میده این مردم هدفمندن و میدونن چرا این بار علیه اعدام به میدان آمدن و چه شد که ناگهان بیش از 500 خانواده محکومان به اعدام رو در ایران بخشیدن. هر حال در سراسر جهان گروه های فعال هستند. یکی از مراکز بسیار فعال در این زمینه مرکز مطالعات اعدام در آمریکا در دانشگاه دولتی تگزاس که سرپرستیش با یک حقوقدان سرشناس برجسته ایرانی است که خودش استاد دانشگاه است، سرکار خانم دکتر ساناز الستی. اجازه از ادب کنم خدمت ایشون. خانم دکتر الستی درود بر شما. درود به شما آقای میبودی عزیز و درود به بینندگان. از اینکه مجددا شما رو زیارت میکنیم بسیار بسیار خوشحال. مرسی. خانم الستی من هم بسیار خوشحال هستم. ممنونم. خانم دکتر الستی چی شد دوباره 3 نفر با هم در آمریکا تا یه چند ساعت اعدام میشن؟ آخری هم اعدام شد یا نه هنوز؟ متاسفانه اصلا قابل باور نیست. من وقتی که در ماه اپریل چندین هفته پیش، 7 هفته پیش بود حدودن، وقتی که اون اتفاقی افتاد در ایالت اوکلاهوما و کلیتون لاکت رو اعدام کردن از طریق لیپال اینجکشن با تزریق مرگبار و بسیار اعدام دلخراشی بود و این فرد بسیار زجر کشید و بسیار طولانی بود و در نهایت با سکته قلبی با ایست قلبی از دنیا رفت، بسیار این پرسش ایجاد شد که آیا مجازات اعدام و روش مجازات اعدامی که استفاده میشه در حال حاضر در آمریکا روش انسانی هست یا این روش lethal injection یک متد هستش که آن کانستیتیوشناله و برخلاف قانون اساسی آمریکاست. بحث‌های بسیاری صورت گرفت و برخی از ایالات به شکل غیر رسمی اعدام رو به حالت تعلیق درآوردن و گمان می‌رفت که حتی این پرونده، این کیسی که در ایالت اوکلاهوما اتفاق افتاده، باعث بشه که مجازات اعدام یا به شکل تعلیق در بیاد در آمریکا یا اینکه اصلا شاید لغو بشه. ولی متاسفانه ما مطلع شدیم که دیشب 2 نفر رو اعدام کردن که فرد اولی که اعدام شده مارکوس ویلون در ایالت جورجیا بوده که اعدام شده و چند ساعت بعد فرد دیگری رو در ایالت میزوری جان ویلفیلد اعدام میکنن و امروز قرار هستش که 2 نفر دیگه اعدام بشن. من منتظر بودم که خبر برسه که ببینم آیا این 2 نفر دیگه هم اعدام شدن، فردی به اسم جان هنری در ایالت فلوریدا و همچنین ایالت پنسیلوانیا گویا میخواد فرد دیگری رو اعدام بکنه و این واقعا باورپذیر نیست که در عرض 2 روز 4 نفر در ایالات متحده آمریکا اعدام بشن. خب نیروهای آزادیخواه، مخالفان اعدام، طرفداران حقوق بشر چه اقداماتی صورت دادن؟ میدونم که مرکز شما خیلی فعال بوده. میخوام ببینم که
روی هم واکنش ها چی بودن و تا چه اندازه میتونه از این پس مؤثر باشن؟ تلاش های بسیاری شد که واقعا از این کیس که در اوکلاهاما اتفاق افتاده بهره برداری بشه و به این نتیجه برسیم که واقعا این مجازات، مجازات اعدام، مجازات نادرستی هست و در قرن 21 جایگاهی نداره، مخصوصا برای کشوری مثل آمریکا که واقعا خب کشور پیشرفته ای هست و این مجازات مناسب شئون انسانی نیست. و واقعا چندین بار تلاش شد که تقاضای توقف بشه، stay of execution برای این پرونده ها، ولی متاسفانه با خبر شدیم که خیلی ناگهانی این افراد اعدام شدن و من واقعا هنوز شوکه هستم. جالب. خانم دکتر علسی، یکی از معروفترین کارهایی که در هالیوود علیه اعدام تهیه شد، تولید شد و بر اکران رفت، فیلم میخواهم زنده بمانم با بازیگری هنرمندان سوزان هایوارد که در ایران هم خیلی طرفداران بسیار جالب. بعدها ایرج قادری نسخه ایرانی او رو هم ساخت که اونم جالب بود به نظرم با بازی آقای فرامرز غریبیان. میخوام اگه اجازه بدید حالا بعد از دیدن صحنه‌ای از فیلم میخواهم زنده بمانم با بازی سوزان هایوارد از شما درخواست بکنم ما رو با زندان‌های آمریکا آشنا بکنید. ظاهرا یکی از معروف‌ترین و خطرناک‌ترین زندان‌هایی که سینما بسیار بهش پرداخته، حتی رمان‌های زیاد درباره‌اش نوشته شده، اونم زندان سن کوینتین در شمال کالیفرنیا. اونجا رو به ما معرفی کنید چون ظاهرا بیشترین محکومان به اعدام در اونجا هستن، نیست؟ بله، بیشترین محکومان به اعدام در ایالت کالیفرنیا و در زندان سن کوینتین. نگاه میکنیم با هم همینا. میخواهم زنده بمانم. How do you know?
فیلم واقعا بسیار تکان دهنده. میگم نسخه ایرانیش هم تکان دهنده بود. خانم فکر میکنم فاطمه گودرزی بازی میکردن، بازی هنرمندانه، کارگردانم که آقای قادری. خانم علسی، سن کوینتین. بله، شما خیلی ممنون که واقعا با این فیلم شروع کردین، چون من میدونم همه خاطرات زیادی دارن مخصوصا از نسخه آمریکایی فیلم، و همونطور که شما اشاره کردین بعد از انقلاب هم آقای ایرج قادری این فیلم رو بازسازی میکنن از نوع ایرانیش. و این فیلم علتی که به نظر من واقعا مهم هستش که یادآوری بشه و مطرح بشه این هستش که ما میتونیم از این فیلم و فیلم هایی که مشابه فیلم I Want to Live، میخواهم زنده بمانم هستن، استفاده کنیم برای لغو مجازات اعدام. و کسانی که در آمریکا برای لغو مجازات اعدام فعالیت میکردن خیلی به این فیلم اشاره کردن و از این فیلم بهره جستن. و این فیلم داستان، علت این که واقعا این داستان اهمیت پیدا کرد و به شکل فیلم در اومد، این داستان اعدام خانومی بود در ایالت کالیفرنیا که در زندان سن کوینتین در این دوران این اعدام صورت میگیره. این اعدام در اتاق گاز، گاز چمبر، صورت میگیره که در اون دوره در دهه 50 هنوز در ایالت کالیفرنیا به عنوان روش اعدام استفاده میشده. و چند تا نکته بسیار حساس داره پرونده خانم باربارا گراهام که در این فیلم به شکل تصویری در میاد و نقشش رو همونجور که شما گفتین خانم سوزان هیوارد بازی میکنن. یکی این که خب فردی که به اعدام محکوم شده یک خانوم هست که همیشه وقتی که در یک پرونده اعدام متهم خانوم هست و فردی که محکوم شده در نهایت به اعدام خانوم هست، خیلی حساسیت زیادی رو جلب میکنه. چه از این حساسیت هم از طرف جامعه هست، رسانه های جمعی هست، و هم از طرف افرادی که دخیل هستن در نظام عدالت کیفری، از همون آغاز پلیس که اینوستیگیشن بازجویی رو انجام میده، بعد به مرحله دادگاه میرسیم، قاضی، هیئت جوری، همه واقعا یک عکس العمل متفاوتی رو نسبت به خانما دارن که حتی برخی از جرم شناسان ادعا میکنن که این واقعا شاید به نوعی به دیسکریمینیشن، تبعیض باعث بشه، و به خاطر همین احتمال اینکه خانم‌هایی که مرتکب جرم مستوجب اعدام میشن، احتمال اینکه به اعدام محکوم بشن و اعدامشون صورت بگیره بسیار کمتر از آقایون، خاطر همین حساسیت‌هایی که وجود داره. و در مورد این کیس، خب واقعا ما در صحنه‌های مختلف این فیلم می‌بینیم که چطور احتمال این میره واقعا فردی که بیگناه بوده محکوم به اعدام بشه، و این مجازاتی هستش که قابل برگشت نیست. در این فیلم همونجور که اشاره کردم از گاز چمبر، اتاق گاز استفاده میشه به عنوان روش مجازات اعدام، که خب این روش تا سال 96 در ایالت کالیفرنیا به عنوان یک روشی برای مجازات اعدام استفاده میشده. این روش بسیار غیر انسانی هست. در این فیلم میبینیم وقتی که این خانم باربارا گراهامو میارن به اتاق گاز، چندین بار بعد عقب میفته اعدام ایشون و چگونه آماده کردن ایشون برای اعدام، همه این ویژگی ها نشون میده که این روش اعدام واقعا غیر انسانی و ظالمانه است. و امروزه هم تفاوت چندانی نکرده. امروزه لیتال اینجکشن در آمریکا، تزریق مرگبار، روش رایج هست در کشورهای آسیایی، خاورمیانه، بدار کشیدن و از روش‌هایی مثل جوخه اعدام با تیراندازی می‌کشن، و همه این روش‌ها به نوبه خودش وقتی که تک به تک بررسی میشه می‌بینیم که واقعاً غیر انسانی هستند. خب خانم علسی عزیز، اجازه که بحث رو با شما دنبال بکنیم در برنامه آینده، صمیمانه سپاسگزارم. همینا پس فردا رو فراموش نکنید.
بخش دوم از گفتگوی ما با خانم دکتر علسی. ایشون ما رو میبرن به زندان سن کوینتین. خطرناکترین زندانی ها در اینجا هستن، محکومان به اعدام. حتی یک بخشی داره، بخش تیمارستان برای ویژه محکومان به اعدام، چون اغلب اونها تغییر رویه میدن، چون میدونن که هیچ راهی جز مرگ برای اونها باقی نمانده. موافقید خانم علسی که بحث رو دنبال بکنیم با شما؟ بله. خیلی ممنونم. ممنونم با بیگان عزیز در این مورد صحبت کنیم. قربان شما. تا بعد. خب همینا برنامه رو پی میگیریم. امین الله حسین موسیقیدان بزرگ ایرانی نیست اما دوست او اینجاست، از جنوب فرانسه آمده. دکتر عزیزالله سلیمپور عزیز که خودش رئیس ارکستر بزرگ نیسه و رهبریش که رهبر ما هست غلام اودیبر. بعد از دوستان آقای امین الله حسین میخواستم اگه اجازه بدید هم در همین آغاز برنامه رو گوش دادید با خانم دکتر علسی؟ جالب بودین؟ بسیار جالب بود. در مورد اعدام اتفاقا اگه فرصتی بشه در این مورد میتونم چند کلامی بگم. فقط یک کلمه میگم که اعدام در حقیقت کسانی که اعدام میکنن بدون اینکه متوجه باشن خودشون هم کار عمل قاتل رو انجام میدن، با این تفاوت که قاتل در یک حالت غیر طبیعی دوباره یه روانشناس دارین میگید؟ بله، روان پزشک. در حالی بله. که کسانی که به طور رسما میرن یک نفر ساعت 5 صبح از خواب بیدارش میکنن، بهش غذا میدن، بعدن میرن دارش میزنن، یعنی که به هر گونه ای اون را اعدام میکنن، در حقیقت عین عمل وحشیانه قاتل را انجام میدن. یعنی شاید عمل به مثل دیگه کاملا. خب این کاری که میخوام برای شما پخش بکنیم در واقع موسیقی فیلم خیلی معروف فرانسوی همینانم از آقای پیر گاسپار، فیلمساز فرانسوی دهه 60 و 70، به نام شهرزاد، ساخته کی؟ ساخته آقای امین الله خان حسین. گوش کنید چقدر لطیف و زیبا، چقدر ایرانی است. دیگر گوش بید. خودم که از کاراش بیشتر اصلا دوست دارید؟ خودش خودم یک کارش رو بیشتر دوست میدم. خودش همیشه آخرین نوشتش رو بیشتر از همه دوست داشت و
ولی اون چیزی که خیلی خیلی دربارش صحبت میکرد دو تا سمفونی بود، یکی سمفونی پرسپولیس و یکی سمفونی آریا که بعد از سمفونی پرسپولیس ساخت. سمفونی پرسپولیس رو یک نوع با یک نوع دلسوزی و یک نوع گله دربارش صحبت میکرد قبل از اینکه بره ایران. میگفت میبینی سلیم پور در کشور ایران دارن فستیوال پرسپولیس درست میکنن، من نیستم توش، و از گزنکیس آهنگساز یونانی دعوت کردن که بیاد آهنگ اجرا کنه، در حالی که یونانی ها اومدن پرسپولیس رو خراب کردن. اون وقت من اینجا نشستم توی پاریس با این سمفونی پرسپولیس و از من کسی سراغ نمیگیره. پس شهبانو خیلی کار رو میکرد. بسیار شهبانو اولین کسی که به فکر رو میفته و دم کاملا. و باید بگم که در حقیقت در اثر همکاری و لطف خانم نسرین خونساری و آقای پرویز خونساری که موقع سفیر سیار ایران بود در اروپا. بسیار عالی، بسیار عالی. پس خود شما کدوم کارشو دوست دارید؟ البته از نظر خدمت من اون مینیاتورهای پرسانش رو دوست دارم، برای اینکه مینیاتورهای ایران، بله، و خصوصا اون آهنگ کاروانش رو که فرح پناهی خونده بود و من اون موقع 12 سال بیشتر نداشتم که آهنگ رو شنیدم با آواز فرح پناهی. ولی بعدها که با سمفونی آخرین سمفونی فرح پناهی چند روز پیش درگذشت، میدونید؟ او نه، خبر نداشتم. چند روز پیش متاسفانه. افسوس، چه صدای زیبایی داشت و این آهنگ امین الله حسین را ایشون جاودانی کرد. ولی بعدها که سمفونی آریا را شناختم و خود امین الله حسین دربارش صحبت کرد، البته یک نوع وابستگی عاطفی بیشتری من به آهنگ کردم. بسیار آهنگ دلنشین و غم و اندوه امین الله حسین را از ویرانی پرسپولیس، از اینکه ایران با اون ابهت و عظمت اومد و یک مرتبه بین حالت افتاد و دوباره یواش یواش داره زنده میشه و بزرگ میشه، تمام اینها رو با موسیقی بسیار زیبایی امین الله حسین شرح داد. خسته نباشه. روی شاد روی امین الله خان حسین، آقای دکتر میگه کاش خودش هم الان اینجا بود. بکنی آدمی با این چنین روحیه‌ای امروز قرار که از سوی روس‌ها یا کمونیست‌های نوکیسه آذربایجان، جمهوری آذربایجان مصادره بشه، امین الله حسین ایرانی ما. یادتون باشه برنامه آینده پس فردا آقای دکتر سلیم پور باز هم با ما خواهند بود و گفتگوی جالب را ایشون پی میگیرید. فعلا خدا سپاسگزارم آقای میبودی، خیلی ممنون. همین هم در منزل بعد با چی خواهیم بود؟ میریم به مصر، علم تشریح و آناتومی در مصر باستان و تازه روابط هنرمندانه بین هنرمندان بزرگ مصر و هنرمندان بزرگ ایران به نام آنچی که در آثار تاریخی برای ما به جا مانده. امروز آقای حمید نظری که خودش از باستانشناسان ایرانی کارهای درخشانی انجام داده با من تماس گرفتند و از همکاری‌های دیرین هنرمندان بزرگ مصر و ایران در ساخت شوش و آپادانا گزارش دادن که جالب. دکتر نظری امروز با ما خواهد. به تمدن‌های خیلی قدیمی با آسانی مثلا در آمریکای لاتین اگه نگاه کنید، مجسمه‌ای که می‌بینید نشون میده که سازنده‌هاش آناتومی رو نمی‌شناختن. هیچ تناسبی اندام انسانی نداشته و حیوانی فرق نمی‌کنه. دکتر نظری درود بر شما. درود بر شما. حالا شما چطوره؟ خسته نباشید. ولی مصری‌ها تسلطی رو آناتومی داشتن. مصر باستان از 5100 سال پیش تا 1800 سال پیش، 3300 سال مرکز علم تشریح است، پایتخت علم تشریح است. و جالب این هست، تشریح انسانی و حیوانی هم جزء هر دو خیلی فوق العاده. و جالب اینجاست که مصری ها تشریح جسم و تشریح روح و جان رو با هم آغاز میکنن. صدا. یعنی در بدن انسان به دنبال روح انسان میگشتند و این هر دو پیشرفت عجیبی در مصر باستان حاصل میکنه. یعنی تقریبا تمام اعضای بدن رو میشناختن. دقیقا
حدود 3600 سال پیش. 3600 خب در چند نوشته که یعنی دوره زرتشت ما خب برای ما باقی مونده، در اونها معده، کیسه صفرا، قلب، کلیه، جگر و حتی قسمت‌هایی از مغز و اعصاب رو، هیپوتالاموس رو برای مثال توضیح میدن، تشریح میکنند. خیلی جالب. سندش هست؟ بله سندش هست. سندهای خیلی زیادی داریم. این سندها اکثرا اسمهای فرنگی دارن، نه دیگه اسمهای مصری. مصری دارن. برای مثال یکیشون هست اسمش ادوین سمیت پاپیروس. اینها روی پاپیروس می نوشتند. خب اصلا خود کلمه پیپر یعنی کاغذ از پاپیروس میاد و مصری ها قادر میشن که این کارهای خودشون رو ثبت بکنن و با هم در تماس باشن بدین ترتیب. و این رو یک آقای امریکایی خریداری میکنه، حفظش میکنه و به خاطر همین اسم اون رو داره. یک کلکسیونر. بله. چند تا اسم اون جمع؟ یک دونه دیگه داریم به اسم ایبرس، مربوط به 1500 سال قبل از میلاد مسیح هست. گاهی اوقات اینها اسم موزه رو به خودشون میگیرن. مثلا میگیم سندهای لندن. اینها سندهایی هستن که از مصر باستان در موزه لندن هستن. یا سندهای برلین در آلمان هستن. یا حتی در نیویورک سندهای زیادی هست. چرا پس این همه درباره مجموعه خلاقیت‌های علمی مصری سکوت شد؟ چه کسی چی نمیگه؟ به خاطر اینکه شاید همه فکر بکنند که زادگاه تمدن یونان هست در غرب، در صورتی که در نوع ابتدا پایتخت علم تشریح در مصر باستان ممفیس هست. ممفیس هست. وقتی که منس مصر بالا و پایین رو متحد میکنه، اولیا و سفلا. بله. ممفیس که حدود 20 کیلومتری قاهره هست به عنوان پایتخت انتخاب میشه. چه قرنی؟ 5100 سال پیش. 5100 سال پیش و فرعون های مصر اهمیت زیادی میدادن به آکادمی، به آموزش، به این مراکز پژوهشی و این مراکز از بودجه خاصی برخوردار بودند. و بعد از قرنها پایتخت علم تشریح از ممفیس به اسکندریه نقل مکان میکنه. که اسکندریه در مصر پایین هست. درست. کنار دریای مدیترانه. و بسیاری از یونانی ها از جمله هروفیلوس یا اراسیستراتوس و بسیاری دیگه وارد اسکندریه میشن تا در دانشکده اسکندریه علم تشریح رو یاد بگیرن. جالب. و برای نخستین بار در همین اسکندریه در مصر باستان هست که دستگاه قلب به طور بسیار پیشرفته‌ای تشریح میشه و ثبت میشه. جالب. و حتی توضیح داده میشه که چرا خون در رگ بالا میره ولی اگر شما وایستادید بر نمیگرده پایین. دلیلش چی هست که میتونه این بالا بره؟ مصر باستان همونطور که گفتم دنبال روح انسان هم بودند. یعنی تصور کن روح در درونه باید پیداش کرد. و هر دو این دو علم پا به پای هم پیش میره و به علم تشریح مصر یک لطافت خاص میده. یک لطافت شاعرانه به علم تشریح در مصر میده. ببینید مثلا انسان سر سنگینی داره. درست. و گردن باریک. و این گردن باریک نمیتونه این سر سنگین رو تحمل بکنه اگر در سر ما 8 حفره نبود. درست. توی این حفره ها هوا هست و به خاطر همین آدم ها میتونن کاملا عمودی راه برند. درست. بدونه که این سر سنگین اونها رو خم بکنه. و اینو مصری ها کشف کرده. مصری ها از طریق یکی از این حفره ها با مغز ارتباط ایجاد میکنن. تو همینجا رو داشته باشید. امیران متاسفانه برنامه ما به سر رسید. پی میگیریم برنامه رو با آقای دکتر حسام نوذری. پس فردا رو فراموش نکنید. با دکتر ساناز علسی خواهیم بود، دکتر سلیم پور و آقای دکتر حسام نوذری. عید رجب عاشقی در پی دلم. روزتون بخیر.